بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. بر اساس تقسیمی که برای مباحث قرآن پیشنهاد شد که از خداشناسی آغاز بشه، بحث امروز را درباره مقدمات خداشناسی در قرآن مطرح می‌کنیم. قبل از ورود در بحث چند تا مقدمه هست که میباید مورد توجه قرار بگیرد و در واقع این مقدمات توضیحی است برای همین تیتر خداشناسی. توضیح اول درباره شناخت خدا، شناختی که به خدا نسبت داده میشه، و مقدمات دیگه درباره کلمه خدا و مفهوم خدا. اما توضیحی که درباره شناختی که به خدا نسبت داده میشه باید عرض کنیم اینه: اصولا ما دو جور شناخت داریم. منظور از شناخت که در اینجا میگیم مطلق آگاهی و علم و اطلاع. وقت ما این چیزی را میشناسیم یا میدانیم یا از چیزی آگاه هستیم، این علم و معرفت و آگاهی به دو صورت تصور میشه: یکی شناخت شخصی و دیگری شناخت کلی. منظور از شناخت شخصی اون نه ادراک و آگاهی هست که به ذات یک شیء مشخص تعلق میگیره و قابل تطبیق بر اشیاء دیگه نیست. شما یه موجود مشخص را که با چشم می‌بینید یا صدای خاصی که با گوش می‌شنوید، این درکی که نسبت به این موجود خاص دارید یک درکی شخصی. شخصی یعنی مشخص، قابل انطباق بر هیچ درک دیگری نیست. ولی یه وقت از شما یک شیعی را با یک عنوان کلی میشناسید، چیزی را که نمیبینید، کسی را که نمیبینید برای شما تعریف میکنند با یک اوصافی و اون شخص را با این اوصاف کلی میشناسید، به طوری که وقتی ببینید او را اون شناختی که دارید کاملا بر او منطبق میشید و خواهید گفت این همان است که من میشناختم. در این شناخت حقیقتا علم و آگاهی متعلق به یک عنوان کلی و اگر به یک شیء خاصی نسبت داده بشه بالعرض به اون شخص نسبت داده میشه، حقیقتا تعلق داره به یک عنوان کلی. مثلا معلم سر کلاس درس میگه، میگه انرژی بر چند قسمه. یکی از اقسام انرژی، انرژی الکتریکیه. مشخصاتی برای انرژی الکتریکی بیان می کنه.
خواص و آثاری برای ذکر میکنه. شاگرد هم اینا رو یاد میگیره. اون چرا یاد گرفته یک عناوین کلی مثل عنوان انرژی، یه مفهوم کلی. خواصی که برای ذکر میشه فرض کنید تبدیل به نور میشه، تبدیل به حرارت میشه. اینا هم یه مفاهیم کلی، تبدیل، نور، حرارت، همه اینها یک مفهوم های کلی. اگر تمام اوصاف و خواص این انرژی برای شاگرد توضیح داده بشه، شناختی نسبت به انرژی پیدا میکنه، اما شناخت کلی. یعنی اون چرا میداند حقیقتاً یک عنوان کلی. اگر مصادیق او را بیابد متوجه میشه که اون عنوان کلی بر این منطبق میشه. مثال دیگری از شما، یک ساختمان زیبایی را میبینید و سوال میکنید که این ساختمان را چه کسی ساخته؟ توضیح میدن مهندسی، سنش 40 ساله، تحصیلاتش در فلان دانشگاه بوده، چند سال سابقه خدمت داره، قیافش چنین و چنان هست، مشخصاتی از قیافش هم براتون بیان میکنن که اگر همون لحظه اون مهندس از در وارد بشه شما ببینید فوراً میفهمید که این همون مهندس. قبل از این که او را ببینید شناختی دارید نسبت به این مهندس، اما یک شناختی که متعلق به عنوانهای کلی، عنوان مهندس، عنوان تحصیل کرده در فلان دانشگاه، عنوان کسی که دارای قیافه چنین و چنان است، اینا همه مفهوم های کلی. این یک نوع شناخته، ولی شناختی است کلی. در مورد محسوسات، یعنی چیزهایی که قابل درک حسی هستند، تا ادراک حسی به اونها تعلق نگرفته هر گونه معرفتی ما نسبت به اونها داشته باشیم، این معرفت ها در واقع معرفت های کلی. موقعی که یک شیء محسوسی را دیدیم، صدای محسوسی را شنیدیم، مزه محسوسی را چشیدیم، بوی محسوسی را بوییدیم، اون وقت هست که ادراک شخصی، شناخت شخصی، معرفت شخصی نسبت به اون شیء خاص پیدا کرده ایم. که تعبیرات مختلف به کار می‌برن به خاطر این است که گاهی اصطلاحات خاصی برای اینها در بعضی از علوم یا فلسفه ها ذکر شده. میخوام ذهن آقایون متوجه اون اصطلاحات خاصی که در بعض جاها داره نشه. منظورم معنای عام شناخت و آگاهی. اگه گاهی میگم ادراک، گاهی میگم شناخت، گاهی میگم معرفت، برای اینه که اون خصوصیت ها ملغا بشه در ذهن آقایون. پس در مورد محسوسات، هنگامی که ادراک حسی به یک امر مشخص محسوسی تعلق بگیره، اون ادراک به ما شناخت شخصی میده. ولی مادامی که با عناوین و مفاهیم کلی چیزی را معرفی میکنیم، معرفتی که برای ما از این معرفی ها، از این تعریف ها حاصل میشه، معرفتی کلی. خب اشیایی داریم که اینها حسی نیستن. حتی در علوم هم ما از حوایقی بحث میکنیم که حس ما به اونها تعلق نمیگیره. شاید رایج‌ترین بحث هایی که در فیزیک میشه امروز، به خصوص فیزیک اتمی،
الکترون و پروتون و نوترون و پوزیترون و امثال اینا و هر محصلی که آشنایی با فیزیک داشته باشه این مفاهیم را بلده. تعریفی از اینها برای شده و شناختی نسبت به اینها داره، اما همه ما میدونیم که هیچ کدوم از اینها قابل درک حسی نیست و اونطور که دانشمندان میگن، البته بنده که متخصص در این مسائل نیستم، چیزایی که شنیدم از این میگن، حتی الکترون، خود الکترون دیده نمیشه. اثری که در یک شرایط خاصی از حرکت الکترون پدید میاد اون اثر قابل رؤیته و الا خود الکترون هنوز دیده نشد و تازه اون الکترون اون وقتی است که از اتم خارج میشه و الا مادامی که در مدار مفروض خودش هست نه الکترون و نه پروتون دیده نمیشه و به عبارت دیگر هنوز در حد یک فرضیه مسئله اتم مطرح، فرضیه اتمی بهش میگیم، هنوز به صورت یک قانون در نیامده. حالا به فرض این که به صورت قانون هم در بیاد و قطعی هم بشه، جای شبهه‌ای هم نباشه، به هر حال اینها با چشم دیده نمیشن، یعنی شرایط ابصار دیدن با چشم با اونها وفق نمیده. مثال دیگه امواج الکترومغناطیسی، همه میدونیم که چنین امواجی وجود داره ولی اینها با هیچ حسی قابل درک نیستن، از خواص و آثارشون شناخته میشن. پس در همین عالم مادی اشیایی هستن که قابل درک حسی نیستن. امواج مادون قرمز ماورای بنفش با چشم قابل رؤیت نیستن. امواج صوتی که فرکانسشون کمتر از حد لازم یا بیشتر از حد لازم باشه قابل شنیدن نیستن، ولی میدونیم هست. خب معرفت و شناختی که ما نسبت به این اشیا داریم معرفتی کلی، میدانیم هست اما با یک عناوین کلی اینا رو میشناسیم: موج، الکتریکی، مغناطیسی، مفاهیم از کلی. پس این جور اشیا که ما درک حسی نسبت به اونها نداریم، در واقع معرفت شخصی هم نسبت به اونها نداریم. آیا چیزی هست که قابل درک حسی نباشد و معرفت شخصی به او تعلق بگیرد؟ این در واقع یک سوالی فلسفی. این سوال وقتی مطرح میشه که ما قائل به اشیاء غیر مادی هم باشیم و شناخت را هم منحصر در شناخت حسی و تجربه حسی نداریم. از نظر فلسفه اسلامی این جواب مثبت و روشنی داره. آگاهی هر کسی از خودش علمی شخصی که به من درک کننده، که در اصطلاح فلسفی بهش میگیم نفس، آگاهی انسان از نفس، از خودش، از اون منی که درک میکند، این آگاهی شخصی خودش را داره درک میکنه ولی از راه چشم و گوش هم نیست. به عبارت دیگه علمیست حضوری که خود نفس با تمام وجودش از خودش آگاه است. معرفتی شخصی از راه حس حاصل نشده و به امر محسوس هم تعلق نمیگیره. نفس مجرده و ذات خودش را با تمام وجودش خودش مییابد
و همینطور حالات نفسانی، قوای نفسانی که بحث را نمیخوام گسترش بدم. پس در مجردات یعنی چیزهایی که از سنخ ماده و مادیات نیست، ممکن است معرفت شخصی در مورد اونها پیدا بشه از راه علم حضوری یا از راه شهود عرفانی. این یک نوع آگاهی مخصوصی است برای روح پیدا میشه، از راه چشم و گوش هم نیست، با عناوین و با ماهیات هم نیست. یعنی من که خودم را می‌یابم به عنوان نفس در بدن نیست. یا به عنوان جوهر مجرد متعلق به بدن. با این عناوین نشناختم، خودم را می‌یابم. این یافتن، این درک حضوری نوعی شناخت است. شخصی هم هست و از راه حس هم پیدا نشود. حالا اگر یک کسی قبل از اینکه یک موجود مجردی را بیابد و بشناسد با علم حضوری، اون موجود را با یک مفاهیم کلی براش تعریف کرده باشند، این در واقع یک شناخت غایبانه ایست. به عنوان تشبیه مثل این که گفتم مهندسی را معرفی کنم که سازنده این ساختمان هست، خصوصیاتی داره، یک شناختی است غایبانه. موقعی که از در آمد و شما چشمتون به او افتاد و اون مشخصات را برش تطبیق کردید، میشه یک معرفتی حاضرانه. اگر ما یک حقیقتی را اول با معرفتی شخصی یعنی با علم مشخص، با علمی که از قبیل مفاهیم کلی نیست، نشناخته بودیم، نسبت به اوی معرفت غایبانهی پیدا می کنیم، موقعی که او را دیدیم و یک درک حضوری نسبت به او پیدا کردیم، اون وقت اون معرفت کلی بر او منطبق میشه، یک شناخت جدیدی برای ما پیدا میشه، خیلی کاملتر از اون شناختی که از اوصاف غایبانه برای ما پیدا میشود. یه جمله هست در یک روایتی از امام صادق سلام الله علیه در کتاب تحف العقول نقل شده، می فرماید ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. چون با این توضیحی که دادم این تعبیر کاملا منطبق میشه، دریغ داشتم که از نقل این تعبیر بگذرم. ان معرفت عین شاهد قبل صفته، اگر چیزی حاضر است غایب نیست از شما، شما نسبت به او شهود دارید، در اینجا اول عین او را میشناسید یا صفتش را؟ اول عینش را میشناسید. ان معرفت عین شاهد، چیزی که شاهد است، معرفت عینش مقدم است بر صفت، قبل صفتش. و معرفت صفت الغائب قبل عینه، اما اگر چیزی غایب است، شما معرفتی که نسبت به او پیدا می کنید، اول معرفت صفتش. بگید این آقای مهندسی است که 40 ساله است در فلان دانشگاه تحصیل کرده.
معرفت صفت غایب قبل از عین بود. این جمله را امام در مقامی بیان فرموده که ما اینجا فقط میخواییم به صورت یک سوال طرح کنیم، پاسخش انشاءالله بعدم خواهد. بیاناتی است که امام در وصف اهل بیت و دوستان اهل بیت داره در کتاب صحف العقول، در ضمن فرمایشات امام صادق اونجا نقل شده: کلامه فی وصف المحبت لأهل البیت. در اونجا می فرماید که دوستداران ما خدا را با اوصاف نشناختند، خدا را یافتند بعد وصف کرد. یعنی می شود معرفت شخصی و حضوری نسبت به خدای متعال پیدا کرد قبل از اینکه اوصاف و عناوین وسیله معرفت او قرار بگیرند. شبیه اون چه عرض کردم که انسان، البته لله المثل الاعلا، این تشبیه ها برای تقریب به ذهنه، چنان که ما حقیقت من نفس میابیم این حقیقت رو، بعد توصیفاتش را یا بیان میکنیم یا برامون بیان میکنن. سوال این است که آیا خدا را فقط با مفاهیم و عناوین کلی میشود شناخت، یا خدا را به طور شخصی و حضوری و شهودی هم میتوان شناخت؟ وقتی میگیم خدا شناسی، این شناختن یعنی چی؟ فقط شناختی که از راه مفاهیم پیدا میشه یا یه جور دیگه شناخت هم ممکن است باشه؟ و اگر هست، در قرآن کدام یک از اینها مطرح شده؟ خداشناسی قرآن از کدوم قبیله؟ یکی از اینها رو بیان میکنه یا هر دو؟ پس توضیحاتی که دادم فقط برای این بود که این سوال جا بیفته که شناخت خدا آیا فقط به وسیله مفاهیم عقلی با یک مفاهیم کلی مثل آفریدگار، یک عنوان کلی، پروردگار، یک مفهوم کلی. اون چه ما از راه مفاهیم نسبت به خدا بدانیم شناختهای کلی، مفاهیمی است که نسبت به یک موجود غایب گفته میشه. آیا یک شناخت حضوری و شهودی هم میشود نسبت به خدا پیدا کرد؟ این سوال، و آیا در قرآن چنین چیزی مطرح شده یا نه؟ طرح این سوال برای ما از این جهت مفیده که از ابتدا یک پیش داوری نداشته باشیم که اون چه در قرآن راجع به شناخت خدا هست همه از قبیل شناخت‌های کلی است. دست کم جای این سوال برای ما باشه دقت بیشتری کنیم در آیاتی که مربوط به خداشناسی، ببینیم این آیات همون شناخت‌های کلی را به ما میده یا چیزی بیش از اون هم مطرح میکنه. اون چه از راه استدلال برای ما حاصل بشه چیه؟ شناختی کلی، برای اینکه استدلال به ما مفهوم میده. اگر معرفتی نسبت به خدا به طور حضوری و شهودی ممکن باشد،
از راه استدلال نیست، نوع دیگری خواهد. دلیل همیشه از مفاهیم ترکیب شده، نتیجه‌ش هم مفهوم خواهد بود. شناختی هم که از راه دلیل پیدا میشه، شناختی است که به یک عنوان کلی، به یک مفهوم عقلی تعلق میگیره، شناختی است غایبانه. و معرفت و صفت الغائب قبل عینه. در همون روایت داره که من زعم انه یعبد بالصفت لا بالادراک فقد احال على غائب. کسی که چنین میپندارد که خدا را با صفت میشناسد و اون موجودی که متصف به این اوصاف هست پرستش میکند، چنین کسی به یک موجود غایبی حواله داده. اون کسی که آفریننده جهان است، صفت آفریدگاری خدا را میداند، به او حواله میده. یک کسی، من الان نسبت به او ادراکی ندارم، شناختی دارم، این شناخت کلی، به این عنوان آفریننده جهان، اما الان غایبه. اما کسی که شناخت شهودی و حضوری داشته باشه، او میگه که لم اعبد ربن لم اره، خدایی که ندیدم پرستش نکردم. اینها مؤید این است که نوعی شناخت برای اولیاء خدا امکان دارد که از راه اوصاف و مفاهیم نیست، دلشون خدا را میبیند. ندیدنی که از قبیل دیدن با چشم است. پس مقدمه اول برای این بود که ما توجه داشته باشیم دو نوع شناخت است. وقتی خدا شناسی میگیم، فقط در مقام این نباشیم که شناختی که از راه مفاهیم پیدا میشه مطرح کنیم، شاید در قرآن شناخت دیگری هم مطرح شده باشه. چند تا دیگه مقدمه هست راجع به کلمه خدا. این راجع به شناختش بود، خدا شناسی. حالا ببینیم خدا اصلا یعنی چی. الفاظی که برای دلالت بر اشیاء و اعیان و اشخاص وضع میشن دو جور هستن. گاهی اسم عام هست و گاهی اسم خاص. به این اصطلاح همه ما آشنا هست. مرد دلالت بر بنده و شما میکنه، زن دلالت بر خواهران میکنه، اما به نحو اسم عام. اسمای دیگری هست که به طور خصوصی دلالت بر موجودی میکنه. اسم شخص حسن، حسین، تقی، نقی. گاهی یک اسمی هست که در یک زبانی دو شکل استعمال میشه، گاهی به صورت اسم عام، گاهی به صورت اسم خاص. ما در زبان فارسی وقتی میگیم خدا، این کلمه خدا به چه صورت استعمال میکنیم؟ به صورت اسم عام است یا به صورت اسم خاص؟ شاید این سوال تا به حال برای شما برادران و خواهران مطرح نشده باشید.
ولی وقتی دقت کنیم میبینیم که کلمه خدا در زبان ما دو جور استعمال میشه. وقتی میگیم خدایا، توجه پیدا میکنیم به یک موجود مشخص، موجودی که قابل تعدد نیست. کلمه خدا در اونجا اطلاق میکنیم. گاهی هم کلمه خدا را طوری استعمال میکنیم که قابل جمع بستن هم هست. این خدایان عین این حالت در کلمه گاد در انگلیسی هست. گاد را گاهی با حرف بزرگ می‌نویسن، اطلاق میکنن برای یک خدای مشخص. گاهی هم دو جور اطلاق هستن، هم به صورت اسم خاص استعمال میشه، هم به صورت اسم عام. در عربی لفظی داریم که در مورد خدا استعمال میشه به صورت اسم خاص، هیچ قابل جمع بستن هم نیست، فقط برای ذات الهی قابل استعماله، با اون کلمه الله. این جمع بستن دیگه نمیشه، غیر از بر ذات الهی بر هیچ موجود دیگری هم اطلاق نمیشه. همینطور صفتی داریم که در اصطلاح قرآن فقط در مورد خدای متعال به کار میره و اون الرحمن. بر غیر خدا کلمه رحمان اطلاق نمیشه، جمع هم بسته نمیشه، چون یه مثال بیشتر نداره. سایر اوصافی که برای قرآن، برای خدا در قرآن ذکر شده یا اسمایی که برای خدا ذکر شده همه به صورت اسم و صفت عام. حتی کلمه خالق یک صفت عام نیست. به همین دلیل احسن الخالقین هم داریم، جمع بسته میشه. پس به این نکته باید توجه داشته باشیم که کلمه الله وقتی میگیم در زبان عربی اسم خاص است و به هیچ جهتی جنبه عمومیت پیدا نمی‌کنه، ولی در زبان ما چنین چیزی وجود نداره. اسمی که مختص به الله باشه بر هیچ چیز دیگری اطلاق نشه در زبان رایجمون عرض می کنم. حالا در زبانهای سابق، لهجه‌های سابق چنین چیزی بوده یا نه، اون مربوط به بحث ما نیست، زبانشناسان باید تحقیق. الان خدا که میگیم ما یک معنای عام میداره، میگیم خدایان یونان، به یک معنای خاصی را اراده می کنیم اون وقتی که فقط بر الله اطلاق می کنیم. خب حالا این کلمه خدا یعنی چی؟ برای اینکه روشن بشه باز یه مقدمه دیگری باید هست، و اون اینه که اسمهایی که به صورت اسم خاص به کار می رن یه وقت است از ابتدا برای همین موجود ساخته شدن، یعنی قبلا به هیچ صورت دیگری در این زبان به کار نمی رفته. یه کسی اسمی برای فرزند خودش اختراع کنه که اصلا این کلمه در این زبان تا بال استعمال نمی شده. خب معنای این کلمه چی خواهد بود؟ همون شخص معین، همون پسر فلان شخص، هیچ معنای دیگری نداره. اما غالبا اسمهایی که به صورت اسم خاص به کار میره قبلا به صورت اسم عام یا صفت به کار میرفته و بعد نقل شده به اسم خاص. در فارسی مثلا میگید بهروز،
بهروز یه لفظی است مرکب از به و روز، یه معنای وصفی هم داره. اسم این کسی رو میذاریم بهروز یا روزه، که میگن اسم از سلمان بوده قبل از اینکه به اسلام مشرف بشه. در عربی معمولا این اسمایی که ما داریم همه قبلا جنبه وصیت داشته، کلمه محمد، علی و امثال اینا، صادق، کاظم، اینا اول به صورت وصف استعمال می شده، بعد جنبه علمیت پیدا کرد. اسمی که جنبه علمیت پیدا کرد یعنی علم شخصی در اصطلاح ادبیات عربی، چنین اسمی موقعی که علم میشه سابقه معناش فراموش میشه. شما وقتی اسم پسرتون رو میذارید صادق، وقتی صداش میزنید صادق بیا، هیچ توجه ندارید به اینکه صادق معناش یعنی راستگو. ممکنه اتفاقا اگه جسارت نشه پسر دروغگویی هم باشه، اون بهش میگید صادق. در این اصطلاح هیچ به معنای کلمه صادق قبل از اینکه به صورت علم در بیاد توجهی نداشت. الان به صورت علم شخصی یعنی سمبل این موجود است، این کلمه حکایت از این موجود میکنه، همین بس. خب کلمه الله در عربی میدونیم که علم شخصی است، بنابراین الان نباید ما بگردیم ببینیم معنای کلمه الله چیه. آیا قبلن به یک معنای دیگری به کار میرفته یا نه، ریشش چیه، اینا هیچ درد ما نمیخوره. وقتی صادق و وعد کردیم برای فرزند من، برای اینکه شما ببینید این صادق اسم کی هست، هر چی بگردید ببینید ریشه صادق به چه معنایی بوده، در این جهت به درد شما نمیخوره. صادق اسم کیه؟ باید اون کسی که معین کردن این اسم برای اون شخص اون بگه به اسم فلانی، یا کسانی که اطلاع دارن معرفی کنه. صادق از چه ریشه ای، صدق با کی مناسبت دارد، کی در بین ما راستگوتره، پس اسمش صادقه. یه اصطلاح صحیحه در اسم گذاری، وقتی اسم شد دیگه سابقه معنای وصفیتش و معنای عامش فراموش میشه. الله در لسان عربی اسم است برای ذات الهی. این از چه کلمه ای گرفته شده، معناش چی بوده، هیچ فایده ای برای فهمیدن معنای الله نداره. الله علم شخص است، سمبولی است برای ذات الهی، بس. هر چه از ریشه و سوابقش ما بدانیم یا ندانیم برای فهمیدن این نتیجه ای نداره. اما سایر اوصاف، اون چی به صورت اسم عام یا به صورت وصف به کار میره، چرا؟ اونها فهمیدن ریشه کلمه، مشتقاتش برای ما میتونه راهنما باشه در فهمیدن معنا. خدا که در فارسی ما به کار میبریم، بعضی گفتن که از کلمه مرکب از خود است، یعنی موجودی که خود به خود در هستی آمده و وجود داره. حالا این صحیح باشه این تحلیل یا نباشه، ما باید ببینیم معنای عرفی که ازش میفهمین چی. اگر خدا به صورت اسم خاص به کار بره، یعنی عیناً به جای الله علم شخصی باشه، فهمیدن معنای کلمه هیچ به دردی ما نمیخوره. فرض کردیم علم شخصی است. اما اگه به صورت اسم عام به کار بره که قابل جمع بستن هم هست، اون وقت باید ببینیم به چه معنایی به کار میبریم. الان در زبان ما خدا وقتی میگیم تقریبا مرادف با آفریننده است، گاهی به معنای معبود هم به کار میره، ولی اون چه در عرف ما از کلمه خدا فهمیده میشه تقریبا مرادف با
آفریننده است. خدا یعنی آفریننده جهان. در قرآن برای ذات الهی کلمه الله می‌پرد، اما اوصافی اسماء عامی هم هست که هم در مورد الله تبارک و تعالی به کار می‌ره، هم در مورد معبودهای باطل، بت‌ها یا اشخاصی که به عنوان معبود برای کسانی شناخته شده بودند. الفاظی که در این مورد معمولا به کار میره لفظ اله و رب، این دو تا کلمه در قرآن شایعه که جمع بسته هم میشه اله به آلهه و رب به ارباب. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. در مورد خدا میگیم رب العالمین، رب اطلاق میکنیم. در مورد خدایان دروغی هم کلمه رب اطلاق میشه. حضرت یوسف به هم زندانیانش گفت اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. کلمه آلهه هم در قرآن به کار رفته و یذرک و آلهتک. پس اله و رب دو تا اسم عام، دو صفت عامی هستند که هم بر الله اطلاق میشن هم بر خدایان دروغی. ولی الله فقط بر ذات الهی اطلاق میشه. بنابراین چون این دو تا اسم در قرآن خیلی شایع هستند، ما میباید توضیحی درباره این دو کلمه بدیم که اله و رب چون اسم عام هست، معنای لغویشا باید بدونیم، ما ریشهشا باید بدونیم تا معنای صحیحشا به دست بیاریم. دیگه مثل علم نیست که فقط جنبه سمبولیک برای یک شخصی داشته باشه، این کلمه اشاره باشه به او، اینجوری نیست، یه معنایی داره. پس توضیح باید درباره کلمه اله و رب بدیم تا آیات قرآنی که راجع به خداشناسی مطرح میشه با نسبت به اونها یک مفهوم روشنتری داشته باشیم. فعلا بحث رو در اینجا خاتمه میدیم. آقایون اگر سوالاتی دارن مطرح کنید.